خدا با عرض سلام و وقت به خیر خدمت دوستان عزیز بنده محمد نسیمی فر هستم مدرس دوره آموزش ابزار سبودی در نرم افزار فوتوشاب و این دوره توسط مجموعه فرادرس در اختیار شما قرار میدید خب قبل از هر چیز لازم میدونم که یک توضیح در رابطه با محیط های سبودی خدمت شما ارائه کنم و یک سری تعاریف رو بررسی کنیم تا در ادامه کار بتونیم از این تعاریف استفاده کنیم و شما دید مناسبی پیدا کنید که هر کدوم از اینها چه معنی میده. خب اولین تعریف مربوط به صحنه و یا به انگلیسی سین میشه. در نرم افزار فتوشاپ هر صحنه به عنوان یک لایه مخصوص شناخته میشه. که میبینید این لایه در اینجا قرار گرفته و نامش رو اسفیر گذاشتیم. این لایه و یا صحنه سبودی ما میتونه شامل یک و یا چند جسم سبودی بشه بنابراین این مدل کلاه و همینطور کره و هر چیز دیگه مثل این نورپردازی که اینجا مشاهده میکنید مجموعا در یک صحنه و همینطور در یک لایه قرار گرفتن که ما به اون سین میگیم تعریف بعدی مربوط به مش هستش مش ها اجسامی هستن که از تعدادی چند زلی تشکیل میشن به عنوان مثال این جسم کلاه یک مش هستش و همینطور این جسم کره سبودی که در زیر قرار داره باز هم یک مش هستش اما برای اینکه درک بهتری داشته باشین که منظور من چی است که میگم از تعداد زیادی چندزلی تشکیل شدن میام این قسمت در تب تیریدی سین رو انتخاب میکنم و از اینجا تیک لاینز رو فعال میکنم خب مشاهده میکنید که یک سری خطوط بر روی جسمای من ایجاد شد من اگر یک مقدار زوم کنم این قسمت دقت کنید میدونم شما با این ابزار آشنا نیستید صرفا من میخوام اینجا مفاهیم رو به شما آموزش بدم و اصلا نیاز نیست که شما این کارها رو انجام بدین فقط کافیه من رو دنبال کنید و به توضیحاتی که میدم توجه کنید خب همونطور که میبینید الان اینجا تعداد زیادی چندزلی که در واقع مثلث هستند و ما به اونها میگیم پلیگان تشکیل شده بنابراین هر مش میشه گفت از هزاران و یا حتی برای اجسام پیچیده تر از میلیون ها پالیگان یا چندزلی تشکیل شده پس هر جسم سبودی که ما اینجا داشته باشیم در واقع یک مش هستش خب مفهوم بعدی دوربین سبودی هستش دوربین سبودی رو میتونید دقیقا همون چیزی در نظر بگیرید که در واقعیت وجود داره ما هممون داریم در یک دنیای سه زندگی میکنیم وقتی که از طریق یک دوربین از این دنیای واقعی فیلم برداری میکنید و یا تصویر برداری میکنید نتیجه کارتون به صورت دو بودی در یک صفحه نمایش قرار میگیره بنابراین دوربین رو میتونیم یک نمایش دو از فضای سه منتصور تصور کنیم که در نرم افزار فتوشاپ شما میتونید زاویه و یا مکان این دوربین رو تغییر بدید به عنوان مثال من دیدین زوم کردم روی این تصویر و یا زوم رو برداشتم میبینید دقیقا مثل یک دوربین واقعی یا از این طریق میتونم اون رو جابجا جا کنم به این شکل و حتی میتونم زاویه اون رو تغییر بدم مشاهده میکنید بنابراین با استفاده از دوربین سبودی شما کاملا آزاد هستین که از هر زاویه ای که ترجیح میدین به صحنه سبودیتون نگاه کنید و از اون خروجی بگیرید خب علمان بعدی در دنیای سبودی متریال و یا ماده ها هستن ببینید دوستان هر جسم سبودی دارای یک متریال هست از اسمش مشخص دیگه مثل ماده و یا جنس اون اجسام سبودی میمونه میتونید متریال رو مثل یک لباس در نظر بگیرید که به دور جسممون میپیچونیم این لباس ممکنه رنگ مخصوص به خودش رو داشته باشه به عنوان مثال میبینید متریال این کلاه قرمز رنگه که میشه گفت لباس و یا پوست این قرمز رنگه و این کره هم قهوه‌ای رنگ هستش اما ماتریال ها صرفا به رنگ اجسام محدود نمیشن یک چیز دیگه هم در متریال ها وجود داره که ما در آینده هم باش کار میکنیم به نام بافت و یا تکسچر ما میتونیم حتی یک تکسچر به این اجسام اختصاص بدیم که حاوی رنگ های مختلف و جنس های مختلفی هستش به عنوان مثال فرض کنید که این کره یک بافت آجوری داشته باشه ما وقتی این رو بهش اعمال کنیم اصطلاحا میگیم که یک تکسچر یا بافت بهش اختصاص دادیم از طرفی فرض کنید که جسم سبودیتون کاملا کدر باشه مثلا جسمی مثل چوب رو در نظر بگیرید که هیچ چیزی رو درون خودش باستاب نمیکنه و در مقابل اون یک جسمی مثل آینه رو در نظر بگیرید که هر جسمی در جلوی اون قرار بدیم اون رو در خودش باساب میکنه و به ما نشون میده خب تمام این رفتار مواد درون متریال ها خلاصه میشم و شما برای اینکه بتونید همچین قابلیت ها و رفتارهایی برای اجسام سبودیتون تعیین کنید باید از متریال ها استفاده کنید و اما در نهایت میرسیم به تعریف نور در فضای سبودی نور پردازی در فضای سبودی نرم افزارها دقیقا مثل چیزی است که در دنیای واقعی داریم نورها از جاهای مختلفی ممکن تابیده بشن مثلا نور خورشید باشه همزمان نور یک چراغ رو داشته باشیم و هر نور دیگه که ممکنه در دنیای واقعی در جاهای مختلف وجود داشته باشه در فضای سبودی فتوشاپ هم ما به میزان نامحدود میتونیم هر تعداد نور پردازی رو در هر جای سحنمون قرار بدیم و جالبه بدونید که این منابع نور دقیقا مثل دنیای واقعی سایه ایجاد می همونطور که مشاهده می کنید سایه این جسم سبودی بر روی زمین قرار داده شده که این سایه ترکیبی از سایه کره و همینطور کلاه هستش. از فقط به سطح زمین محدود نمیشه. من اگر یک مقدار زاویه دوربین رو تغییر بدم مشاهده می کنید که حتی سایه کلاه بر روی جسم زیرینش که یک کره هست قرار گرفته اینجا رو اگر مشاهده کنید تاریکتر هستش بنابراین سایه ها در هر جای سهنتون و بر روی هر جسمی میتونن ایجاد بشن و خبر خوش اینه که تمام اینها توسط محاسبات ریاضی ایجاد میشن و شما نیاز نیست خودتون رو درگیر این مسائل کنید فقط نورپردازیتون رو ایجاد میکنید و نرم افزار فتوشاپ این محاسبات رو برای شما انجام میده و جالب اینجاست در کنار اون به شما ابزاری میده تا بتونید تنظیمات این نوری که ایجاد شده رو تغییر بدین به عنوان مثال کم تر، پر تر، و یا حتی رنگش رو تغییر بدین خب حالا که با مفاهیم دنیای سبودی آشنا شدیم نوبت به این میرسه که کارمون رو به صورت عملی شروع کنیم و تمام این مفاهیم رو به صورت جزئی تر و همینطور پروژه محور در طول این دوره یاد بگیریم خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز خب من وارد نرم افزار شدم از این قسمت یک پروژه جدید ایجاد میکنیم سایز تصویر فعلا واسه ما مهم, مهم نیست چون میخوایم ابزار سبودی رو بررسی کنیم من میتونم همین گزینه دیفالت رو انتخاب کنم دیفالت فوتوشاپ سایز فقط نکته که باید بهش توجه کنید من از روی سانتیمتر تنظیمات خطکش ها رو بر روی پیکسل میذارم تا عرض و طول من بر حسب پیکسل تنظیم شن. این تنظیمات مورد علاقه من هست من همیشه توی نرم افزارهای گرافیکی از پیکسل استفاده میکنم شما هم میتونید مثل من از پیکسل استفاده کنید و یا اگر با سانتی متر یا میلی متر راحت تر هستید و یا حالا هر تنظیمات دیگه از اون تنظیمات استفاده کنید خب کرییت رو میزنم تا فایل رو برای من ایجاد کنم قبل از اینکه شروع به کار کنیم باید یک سری تنظیمات رو در نظر بگیریم و همچنین یک سری نکات رو خدمتتون عرض کنم اولین نکته این هست که ممکنه بعضی از شما برین منوی تیریدی رو باز کنید و اینجا هیچ گزینه ای فعال نباشه اینجا میبینید یک سری گزینه فعال هست من میتونم از اونها استفاده کنم ولی این احتمال وجود داره که برای شما فعال نباشن خب این چند دلیل میتونه داشته باشه مهمترین دلیلش که معمولا هم همین اتفاق میفته نصب نبودن کارت گرافیک و یا آپدیت نبودن اونه پس اگر اینجا گزینه فعال نیستن حتما برید و آخرین ورژن کارت گرافیکتون رو نصب کنید اگر نصب کردید یا نصب هست اما همچنان مشکل سر جاشه یک راه دیگه هم دارید میتونید برید نرم افزار اوپن رو دانلود و نصب کنید به راحتی میتونید توی اینترنت سرچ کنید اوپن رو و اون رو در روی کامپیوترتون نصب کنید خب اما حالا بریم تنظیمات فضای سبودی رو در فتوشاپ بررسی کنیم واسه این کار من میام منوی ادیت و این فلش رو میزنم تا بیاد پایین تر از قسمت پرفرنسز گزینه تیریدی رو انتخاب میکنم خب این تمام تنظیمات مربوط به فضای کار سبودی من در نرم افزار فتوشاپ هستش خب اولین نکته ای که باید دقت داشته باشیم این هست که اگر میزان گرافیکتون یا همون در واقع ویرم کمتر از 512 مگابایت باشه شما نمیتونید از امکانات سبودی فتوشاپ استفاده کنید بنابراین حتما باید توجه داشته باشین که باید گرافیکتون بالای 512 مگابایت باشه که من از گرافیک دویی استفاده میکنم و ویرم هم مقدار 2040 مگابایت داره خب نکته ای که در اینجا باید بهش توجه داشته باشین فتوشاپ این اجازه رو به ما میده که تعیین کنیم چه مقدار از کارت گرافیکمون برای فضای کار سبودی استفاده بشه که من میبینید توی این حالت به فتوشاپ اجازه دادم که تمام 2040 مگابایت ویرم رو ازش استفاده کنه که نتیجهش این میشه من قطعا تجربه کاری بهتری کسب میکنم دیگه نرم افزار سریعتر عمل میکنه پردازش ها سریعتر انجام میشن بنابراین اگر شما کارت گرافیک خوبی داشتید و محدودیتی نداشتین که نیاز داشته باشین یک مقدار این گرافیک رو محدود کنید برای نرم افزار فتوشاپ پیشنهاد من این هست که تمامش رو برای فتوشاپ باز بذارید تا تجربه بهتری از فضای کار سبودی کسب کنید نکته دیگه پایینش هم میبینید من اوپن رو گفتم نصب کنید اینجا هم نوشته که اگر میخواید از این تنظیمات استفاده کنید و فضای کارت گرافیکتون رو در اختیار فتوشاپ بذارید نرم افزار هم حتما باید فعال باشه پس دقت داشته باشین هر مشکلی که داشتین با کار با فضای سبودی حتما اوپن رو چک کنید خب بقیه تنظیمات زیاد هست اما قطعا نمیخوایم همه اینا رو بررسی کنیم خیلی چیزا مربوط به شخصی سازی این فضا میشه اما نکات مهمش رو اگر بخوایم بررسی کنیم در این قسمت ما کیفیت سایه رو داریم خب توی فضای سبودی ما همونطور که قبلا هم گفتیم نورپردازی رو داریم نورپردازی ها سایه ایجاد میکنن و حالا از این قسمت میتونیم تعیین کنیم که کیفیت اون سایه ها توی فضای کارمون به چه باشه شما میتونید هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید حالا بر اساس اون تنظیماتی که ترجیح میدید من معمولا از گزینه های استفاده میکنم چون دیگه نه گرافیکش کمه نه زیاده و یک دید خوبی به من میده که طراحی نهایی من به چه شکلی میشه خب قطعا اگر از گزینه های پایین تر استفاده کنید کیفیت سایه رو پایین تر بیارید نرم افزار سریعتر عمل میکنه قطعا سرعت کار شما بالاتر میره و حجم گرافیک کمتری مصرف میشه منتها هرچی هم بیشتر بذارید قطعا برنامه و کار شما سنگین تر میشه اما گزینه های برای من که گرافیکم دوگیگه و خیلی از شما هم احتمال زیاد در این حد هست هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه و به راحتی میتونید روی این گزینه تنظیمش کنید خب نکته دیگه که خوب بررسی کنی این اینورت کامرا اکسیز هم اگر فعال باشه شما به عنوان مثال برای چرخش دوربین اگر موس رو سمت راست ببرین دوربین به سمت چپ میچرخه این حالا تنظیماتی که تو نرم افزارهای سبودی مختلف هم ممکنه وجود داشته باشه بسیاری داره که شما با کدوم یکی از اینا راحت تر هستین من راحت که این غیر فعال باشه به عنوان مثال وقتی موسم رو سمت راست میبرم دوربین هم سمت راست بچرخه پس شما هم این رو میتونید حالا بر اساس ترجیحتون فعال و یا غیر فعال خب تنظیمات مهم دیگه ای فعلا اینجا نداریم حالا میایم توی تب پرفورمنس خب ما توی تب تیریدی ویرم یا همون کارت گرافیک رو داشتیم اینجا ما میتونیم تعیین کنیم که چقدر از رممون رو فتوشاپ استفاده کنه که من همین مقدار میذارم بمونه معمولا هیچ وقت نیاز نیست این رو دست بزنید و خود فتوشاپ تشخیص میده که چقدر نیاز داره و همون رو اینجا می نویسه مگر اینکه حالا شما ترجیح بدین که این رو تغییر بدین زیاد و یا کمترش کنید پس کاری با این نداریم نکته ای که میخوایم اینجا بررسی کنیم این گزینه است حتما دقت داشته باشین که این تیک رو فعال کنید تا فتوشاپ بتونه از پردازنده گرافیکی شما استفاده کنه چون اصلا لازمه کار با محیط سبودی پردازنده گرافیکی است اگر به هر دلیلی اینجا هیچ چیز رو فتوشاپ تشخیص نداد و نام کارت گرافیکی نوشته نشده بود اون موقع معنیش این هست که فتوشاپ کارت گرافیک شما رو تشخیص نداده و آگاه نیست که همچین چیزی درون کامپیوترتون وجود داره بنابراین برمیگردیم به همون چیزی که اول این قسمت هم خدمتتون عرض کردم اگر با همچین چیزی مواجه شدین حتما برید ورژن جدید کارت گرافیکتون رو نصب کنید تا این گزینه فعال بشه بدون این نمیتونید از فضای سبودی استفاده کنید خب با این پنجره هم دیگه کار نداریم آخرین تنظیمات هم میایم توی یونیتس ان رولرز و همونطور که گفتم تنظیمات مورد علاقه من پیکسلز هست با پیکسل ها ترجیح میدم کار کنم چون توی اکثر نرم افزارهای شرکت ادوبی هم به همین شکل است احتمالا شما هم بیشتر عادت داریم با پیکسل ها کار کنید بنابراین تنظیمات خط رو روی پیکسل قرار دادم که تنظیمات دیگه هم به این شکل شما میتونید هر کدوم که مورد نظرتون بود رو استفاده کنید خب تنظیمات دیگه این نمیمونه من میتونم اوکی بزنم خب اما حالا که تنظیماتمون رو انجام دادیم ببینیم چطوری میتونیم وارد محیط سبودی فتوشاپ بشیم برای این کار میایم از توی این قسمت این فلش رو میزنیم میبینید که در حال حاضر تنظیمات اینترفیس فتوشاپ بر روی قرار داره بنابراین اگر میخوایم وارد محیط سبودی بشیم باید گزینه تیریدی رو انتخاب کنیم پس من روش کلیک میکنم خب میبینیم پنجرهای این قسمت یک مقدار تغییر کردن اولین تغییر اضافه شدن تب پراپرتیز بود که یک تب بسیار مهم درون کار با فضای سبودی است شما هر جسمی رو که داشته باشین هر نورپردازی متریال ها تمام مشخصاتشون و تنظیماتی که دارن در قسمت تب پراپرتیز قرار میگیره و شما میتونید از این طریق اونها رو تغییر بدیم در قسمت پایین هم دو تب بسیار مهم داریم که یکی از این تب ها تیریدی هست و اون یکی هم لایرز با لایرز که قطعا آشنا هستین اگر قبلا با فتوشاپ کار کردین تمام لایه های ما در اینجا قرار میگیرن دقیقا مثل همون کار با فضای دو بودی هست و این قسمت لایه هیچ تفاوتی با دو بودی نداره من اینجا میتونم لایه جدید اضافه کنم این لایه رو از حالت قفل در بیارم رنگش رو عوض کنم پس زمینه بذارم تمام کارهایی که توی فضای دو بودی انجام میدادیم توی فضای سه بودی و در قسمت لایرز هم میتونیم انجام بدیم و اما تب بعدی تیریدی در این قسمت ما میتونیم اشیاء سه بودی جدید اضافه کنیم و یک جورایی تمام ابزار سه بودی فوتوشاپ در این تب قرار گرفتن بنابراین قاعدتا واضحه که وقتی ما با فضای سبودی فوتوشاپ کار میکنیم خیلی با این تب کار داریم پس تب تیریدی، لایرز و پراپرتیز سه تب مهم در این فضای کاری هستن اما حالا نوبت به این میرسه که بیام یک جسم ساده سبودی درون صف ایجاد کنیم و کار سبودی رو آغاز کنیم که مطمئنم برای خیلی آتون جذاب خواهد بود مخصوصا اگر قبلا با نرم افزارهای سبودی کار نکرده باشین خب من از این قسمت میام و در حالی که گزینه مش فروم پریست فعال هستش این پنجره رو باز میکنم این نام هایی که در اینجا میبینید تمام اشیایی هست که میتونید به صورت سبودی و پیش درون نرم افزار فتوشاپ ایجاد کنید خب من مثلا اینجا گزینه اسفیر رو انتخاب میکنم که یک کره رسم کنم خب وقتی که این رو انتخاب کردم و روی اسفیر تنظیم شده فقط کافیه گزینه کریت رو بزنم اگر من روش کلیک کنم یک مقدار طول میکشه تا پردازش ها رو انجام بده و بعد از اون این رو برای من ایجاد میکنه خب همونطور که میبینید ما یک کره سفید داریم که منتها پشتش یک فضای ترانسپرنت و شطرنجی هست ما میدونیم توی نرم افزار فتوشاپ این فضای ترانسپرنت یک فضای خالی هست و هیچ رنگی نداره خب قطعا ما این رو نمیخوایم ما میخوایم پس زمینمون ثابت باقی بمونه اینجا حالا چیزی نداشتیم یک رنگ سفید بود شاید در پروژه دیگه یک تصویر پذ داشته باشیم خب بنابراین من میتونم کنترل آلت زد بزنم تا اندو کنه و بیام قسمت لایرز خب اینجا لایه بگراند من هست که میبینید قفلم هست من میتونم یک لایه جدید ایجاد کنم و اون کره ای که میخوام رو درون این لایه ایجادش کنم برای اینکه درک بهتری هم داشته باشین از این تصویر پس زمینه من میتونم یک رنگی انتخاب کنم از اینجا مثلا بگیم یک رنگ تو قرمز اوکی میزنم خب اگر آلتو و Backspace رو فشار بدین پس زمینه تون به اون رنگی که انتخاب کردین تغییر پیدا میکنم خب این پس زمینه دیگه ثابت هست کاری باش ندارم میام لایر وان رو انتخاب میکنم که اسمش رو هم میتونم تغییر بدم دو کلیک میکنم اینجا می نویسم مای مدل خب میام توی تب تریدی و حالا همون کار رو انجام میدم در حالی که اسفیر انتخاب شده گزینه کریت رو فشار میدم خب میبینید الان پس زمینه ای من که قرمز بود سر جاش باقی مونده و این کره به رنگ سفید در اینجا ایجاد شده خب همونطور که میبینید علاوه بر این کره سبودی ما در این قسمت یک سایه هم داریم که یک منبع نور هم در اینجا مشاهده می که باعث شده این سایه به وجود بیاد خب قبل از اینکه کارمون رو ادامه بدیم بیاین توی منوی ویو و از قسمت شو این گزینه رو فعال کنید البته اگر هم فعال هست خب بذاری سر جاش بمونه این میاد یک نمای دیگه از فضای سبودی من نمایش میده ببینید دوستان این نمایی که الان درش قرار داریم و بزرگ هست نامش پرسپکتیو هست که از نامش مشخصه دیگه یک دید پرسپکتیو صحنمون داریم که میتونیم درون اون دوربینمون رو تکون بدیم زوم کنیم زوم رو برداریم که اینها رو در ادامه خدمتتون عرض میکنم اما این پنجره کوچیک که به عنوان ویو ثانویمون شناخته میشه میتونیم یک ویو خاص رو براش انتخاب کنیم من اگر این فلش رو بزنم میبینید الان گزینه تاپ فعال است این به چه معنیه الان مثل اینه که بالای این کره یک دوربینی نصب شده و داره تصویرش رو میگیره و اینجا به من نمایش میده من اگر اینجا درک کنم میبینید اگر موس رو درک کنم میتونم در این فضا تکون بخوام در واقع دارم اون دوربینی که بالای این کره فیکس شده رو تکونش میدم خب من میتونم نمایی دیگر رو هم انتخاب کنم مثلا لفت این دفعه داره از چپ نشون میده تمام این نماها به شما کمک میکنن تا دید بهتری نسبت به جسمتون داشته باشین و علاوه بر اون در این فضای بزرگتر هم به صورت سبودی و پرسپکتیو بتونید روی جسم سبودیتون کار کنید خب من این رو برمیگردونم به همون تنظیمات تاپ کاری باش نداریم فعلا خب نکته بعدی که باید باش کار کنیم مشخصه که کار با دوربینمون هست ما اینجا با یک دوربین سبودی سر و کار داریم ببینید دوستان تصور کنید که این تصویری که ما داریم از جسم سبودی میگیریم تصویر دوربینی هست که الان در دست ما قرار داره ما میتونیم این دوربین رو زاویهش رو تغییر بدیم تکونش بدیم زوم بکنیم تمام این ابزار در این قسمت هستن که حالا اینها رو بررسی میکنیم من اولین گزینه رو میزنم که این ابزار برای چرخوندن و یا به عبارتی تغییر زاویه دوربین به کار میره من در حالی که این رو انتخاب کردم اگر توی صفحه درک درگ کنم کلیک رو نگه میدارم و درگ میکنم میبینید الان زاویه دوربین من داره تغییر میکنه و من جسمم رو میتونم از زوایای مختلفی ببینم همونطور که میبینید الان سایش بیشتر مشخص هست وقتی من توی این زاویه بودم کمتر سایش رو میدیدم بنابراین شما آزاد هستین که بدون اینکه جسم سبودیتون رو حرکت بدین و یا اون رو به یا حتی منبع نورتون رو زاویش رو تغییر بدین صرفا هم بیاین همون دوربینی که عرض کردم دستتون گرفتین رو به وسیله این ابزار تغییر زاویه بدین تا هر قسمتی از صحنه سبودی رو که خواستین مشاهده کنین به این خب اما تنظیمات بعدی مربوط به رول هستش رول هم تغییر زاویه است منتها حول محور مرکزی دوربین من اگر در حالی که این رو انتخاب کردم درک کنم به سمت راست میبینید. دوربین حول محور خودش داره تغییر زاویه میده یک جورایی مثل غلط خوردن میمونه رول هم به همین معنی است اگر من سمت چپ بیارم به این سمت رول پیدا میکنه پس این هم ابزاری هست که باز برای تغییر زاویه میتونید استفاده کنید که خیلی اوقات وقتی یک فضای سبودی طراحی کردین این ابزار خیلی به کارتون میاد چون از این طریق میتونید یک تصویر جذابتری از اون فضای سبودیتون به وسیله این ابزار ایجاد و دریافت کنید تنظیمات بعدی مربوط به پن هستش به وسیله این ابزار ما میتونیم دوربینمون رو حرکت بدیم میبینیم من هر سمتی که درک کنم کلیک رو نگه دارم و درک کنم دوربین من هم به همون سمت حرکت میکنه به این شکل خب گزینه بعدی ابزار اسلاید هستش که من میتونم علاوه بر حالا حرکت های جزئی که دوربین داره زوم رو هم کم و زیاد کنم من اگر این رو کلیک کنم و درک کنم به سمت عقب میبینید دوربین من داره از جسمم فاصله میگیره اگر سمت راست و چپ هم ببرمش زاویه دوربین تغییر میکنه به این شکل من میتونم وقتی موسم رسید به پایین دوباره بیام از بالا درک کنم و به این شکل از فضای سبودی دورتر بشم اگر هم خواستم نزدیکتر بشم میتونم درک کنم به سمت داخل تا دوباره نزدیک اون جسم سه بودی بشم به این شکل خب اما ابزار بعدی زوم هست البته دقت داشته باشین این زوم زوم واقعی دوربین هستش این ابزار هم چیزی شبیه زوم کردن بود دیگه اما تفاوتش با این این هست که با استفاده از این ابزار اسلاید شما در واقع به جسم سه بودیتون دارین نزدیک و یا از اون دور میشید اما ابزار زوم مثل زوم واقعی دوربین هستش یعنی مثل اینه که شما دوربینتون رو ثابت نگه داشتین و حالا اگر من کلیک کنم و به سمت عقب درک کنم میبینید نزدیکتر میشه و کاملا تفاوتش با ابزار قبلی مشخص از اگه خودتون این رو امتحان کنید کیفیت بسیار بهتری داره و قشنگ حس میکنید که دوربین سر جاش ثابت شده و حالا شما دارین مثل اینی که با یک دکمه ای روی تصویرتون زوم میکنید و از این طریق میتونید خروجی جالب تری بگیرید اگه من حالا کلیک کنم و درک کنم رو به جلو میبینید به این شکل از زوم خارج میشه که خودتون میتونید باز برگردین و با ابزار اسلاید هم همین کار رو انجام بدین متوجه تفاوت های ریزی که بین این دو ابزار وجود داره خواهید شد و مشاهده میکنید که ابزار زوم میتونن یک فضای جذاب تری از دوربین برای شما ایجاد کنه. خب اما این ابزار خلاصه شده شون هم در این پایین قرار داره برای استفاده از اینا فقط کافیه روی اون تنظیمات مورد نظر برم که این مثلا اوربیت مربوط به چرخش دوربین هست و در حالی که موس روش هست کلیک میکنم و بعد هم درک به این شکل میتونم زاویه دوربین رو تغییر بدم خب ابزار بعدی هم پن هست باز هم در حالی که روش هستم کلیک و درک میکنم باز میتونم پن کنم و دوربینم رو در فضای بودی تکون بدم ابزار بعدی هم من رو به جسمم نزدیک و یا دورتر میکنم. خب که مثل همون کار اسلاید هست با این تفاوت که با استفاده از اسلاید ما یک مقدار میتونستیم تغییر زاویه هم بدیم اگه دوباره انتخاب کنم میبینید اگر راست و چپ هم کنم علاوه بر نزدیک و دور شدن زاویه دوربین هم تغییر میکنه منتها این ابزار که در این قسمت هست برای دور و نزدیک شدن سریع بر روی جسم است و دیگه چرخشی درون اون وجود نداره خب پس تمام ابزاری که مربوط به کنترل دوربین بودی بود رو بررسی کردیم اما حالا بیایم تنظیمات نور رو بررسی کنیم من اگه توی این پنجره تیویدی بیام و گزینه اینفینیت لایت رو انتخاب کنم که از نامش مشخص اینفنت به معنی بی نهایت هست این در واقع یک منبع نوری هست که در بی نهایت قرار گرفته شما اگر بخواید درک بهتری از این داشته باشین میتونید این منبع نور رو به عنوان خورشید در نظر بگیرید خورشید هم یک منبع نوریه که در فاصله بسیار دوری قرار داره و به تمام اجسام روی زمین تابیده میشه و باعث ایجاد سایه برای اونها میشه این هم به همین شکله و میبینید سایه ایجاد کرده اما نکته بسیار عالی که در اون فوتوشا وجود داره ما میتونیم زاویه این منبع نور رو تغییر بدیم یعنی میتونیم تصمیم بگیریم که این منبع نور از چه زاویه ای به این جسم ما تابیده بشه برای این کار من در حالی که این رو میتونم روش کلیک کنم انتخابش کنم و یا از تب تیریدی اینفنت لایت رو انتخاب کرده باشم یا حالا هر نام ای که داشته باشه اینجا نام پیشورزش هست میام و این کره کوچیکتر رو درگ میکنم روش میبینید اگر درگ کنیم زاویه تابش خورشید داره تغییر میکنه و نکته جالبی که همراهش هست میبینید که همزمان این سایه هم داره تغییر جهت میده من اگر به درگ ادامه بدم و به اون سمت درگ کنم میبینید الان کاملا مشخصی که منبع نور از چه سمتی تابیده میشه این دو تا دایره و این خطی که بینشون هست مسیر تابش اون منبع نور رو داره به شما نمایش میده و به همین دلیل هست که الان سایه به ما نزدیکتر شده و ما اون رو در این قسمت میبینیم بنابراین شما از این طریق میتونید منبع نورتون رو در هر جایی که تمایل داشتین قرار بدین و بر اساس اون سحنتون رو طراحی کنید من مثلا در همین جا قرارش میدم خب اما همونطور که قبلا هم گفتم هر شی سبودی که اینجا داشته باشیم حالا چه دوربینمون باشه چه اجسامی که اینجا ایجاد میکنیم و یا حتی منبع نوری که داریم ما میتونیم تنظیماتش رو درون تب پراپرتیز تغییر بدیم خب به عنوان مثال اینجا میبینیم اینتنسیتی روی 90 درصد تنظیم شده این شدت نور هست من میتونم این رو مثلا 150 بذارم میبینید شدت نور بیشتر شده اگر صفر بذارم اصلا هیچ نوری تابیده نمیشه و مثل یک جسم سبودی دیده نمیشه این کره ما حتی سایه ای هم دیگه ایجاد نمیشه بنابراین من روی همون 90 میذارم شما حالا با توجه به کاربردتون میتونید این عدد رو تغییر بدید و سعی کنید به یک نتیجه بهتر برسید برای سنتون از این قسمت هم کالر ما میتونیم رنگ اون نور رو عوض کنیم الان روی سفید هست مثلا من این رو میتونم روی بگیم زرد بذارم میبینید الان شاید به نظر برسه که این کره من زرد رنگ شده ولی در واقع نوری که بهش تابیده میشه زرد رنگ هست اگر من اوکی بزنم و زاویه این نور رو تغییر بدم میبینید جسم من هنوز هم سفید هست مونتا این نوری که بهش تابیده میشه زرد رنگ هست بنابراین شما میتونید تعیین کنید که منبع نورتون چه رنگی رو از خودش ساطع کنه که من در اینجا همون سفید میذارم که اکثر اوقات هم همین تنظیمات به خوبی عمل میکنه و نیازی نیست شما رنگ دیگر رو انتخاب کنید خب در قسمت پایینی هم شادو رو داریم که وقتی فعال باشه سایه ایجاد میشه من اگر تیکش رو بردارم میبینیم این سایه که اینجا ایجاد شده بود از بین میره واسه اینکه حالا بهتر هم این رو ببینیم من میتونم این صفحه شرطنجی که در واقع گراند پلین من هست رو بردارم میام توی منوی ویندو گزینه شو و تیوی دی گراند پلین رو تیکش رو غیر فعال میکنم خب این از بین میره تمام تنظیمات اینجا رو شما میتونید از منوی ویو کم و یا زیاد کنید همونطور که دیدین تنظیمات مختلفی هست شما میتونید تصمیم بگیرید که کدوم یکی از اینا نمایش داده بشه و کدوم یکی نمایش داده نشه خب من دوباره این تیک رو فعال میکنم الان سایه ایجاد شده اگر من روی سین کلیک کنم سایه رو به خوبی اینجا مشاهده میکنید خب دوباره اینفینیت لایت رو انتخاب میکنم و گزینه بعدی سافتنس هست که من میتونم میزان شفافیت سایه و در واقع نرم بودنش رو تعیین کنم میبینید الان یک حالت لبهداری داره این سایه من در واقع لبه سایه رو شما مشاهده میکنید و یک چیز شفاف نیست من اگر بیام اینجا و سافتنس رو بیشتر کنم مشاهده میکنید اون لبه ها داره یک حالت تاری به خودش میگیره که شاید سایه واقعی هم به همین شکل باشه و بتونید تصویرتون رو واقعی تر کنید با تر کردن سافتنس اما خب خیلی هم نباید زیادش کنید مثلا فکر میکنم 25 شاید خوب باشه من اگر روی سینکیلی کنم ولی بله الان یک سایه خیلی نرم و خوب رو داریم لبه هاش مشخص نیست و یک حالت تار به خودش گرفته که همون چیزی است که من میخواستم و به همین شکل میتونید تنظیمات رو تغییر بدین تا به اون چیزی که میخواین برسید ما با این تنظیمات تا انتهای دوره خیلی کار میکنیم بنابراین ما نمیخوایم حالا تمام اینها رو دونه دونه انتخاب کنیم و تنظیماتشون رو تغییر بدیم و حالا یا به شما معرفی کنیم چون تا انتهای دوره ما مجبور میشیم که با این تنظیمات کار کنیم پس به صورت کاربردی تر در ادامه این دوره اونها رو بررسی خواهیم کرد اما حالا نوبت به این میرسه که بیشتر با این فضای سبودی آشنا بشیم تا بتونیم اجساممون رو هم درونش به حرکت در بیان. چون ما فعلا فقط تونستیم دوربین رو حرکت بدیم اما این کره هنوز سر جای خودش قرار گرفته و هیچ تغییری نکرده خب قبل از اینکه ما بتونیم این رو حرکت بدیم یک سری مفاهیم رو باید به خوبی درک کنیم برای این کار من میتونم اون گراند پلین رو برگردونم شو میزنم و از این قسمت دوباره فعالش میکنم پس زمین ها رو هم فکر میکنم بهتر باشه سفید کنیم که اون محور ها بهتر مشخص بشن Alt و رو میزنم تا این سفید بشه و برمیگردم به فضای سبودی بودی کافی دو کلیک کنم روی لایه اون تا از این قسمت بازش کنم نقطه ای که باید بهش دقت داشته باشین همونطور که متوجه شدین ما در فضای سه سه محور مختصات داریم که در این قسمت هم میتونید به ساعت کوچیک اونها رو مشاهده کنید یک محور سبز رنگ هست رو به بالا که محور وای و یا ارتفاع فضای ما هستش که به این شکل حرکت موس رو اگر دنبال کنید محور عمودی دقیقا به این شکل جهتگیری این فلش به سمت بالاست بنابراین مقدارهای مثبت در سمت بالای این محور قرار دارن یعنی این قسمت که موس رو تکون میدم مقدارهای مثبت محور مختصات وای هستن و در پایین اون هرچی به سمت پایین بریم مقدار وای منفی میشه از طرفی دو محور دیگه داریم یکی قرمز رنگه و یکی هم آبی من اینجا توی فضای کاری میتونم درک کنم در حالی که ابزار اوربیت رو انتخاب کردم بینشه. که بهتر این محورها رو ببینیم خب این محور قرمز رنگ محور ایکس هستش هرچی که ما به سمت راست بیایم مقدار x افزایش پیدا میکنه بنابراین این قسمت مقدارهای مثبت x رو در خودش نگه میداره اما هرچی که به سمت چپ بریم و در این امتداد حرکت کنیم مقدار x منفی تر میشه محور بعدی هم محور z هستش که نشون دهنده عمق فضای سبودی هست این هم به همین شکل میبینید جهتگیری فلش به این سمت هست بنابراین این قسمت مقادیر مثبت رو میگیره و هرچی هم دورتر بشیم زدمون مثبت تر میشه اگر از این سمت دور بشیم مقدار زد منفی خواهد شد اما برای اینکه بهتر اینا رو درک کنیم بیایم در امتداد هر کدوم از این محورها جسممون رو حرکت بدیم برای این کار چند قدم رو باید طی کنیم ابتدا باید بیام این کره رو انتخاب کنیم یک راهش این هست که من روش کلیک کنم و اما راه دیگه این هست که من از تب تیریدی اسفیر که همین کره هست رو انتخاب کنم فقط کافی روش کلیک کنم میبینید الان انتخابش کرده و این محورها رو اینجا آورده خب ما محورهای مختلفی داریم که مربوط به چرخش تغییر مقیاس و یا جابجایی اجسام سبودی هست الان این تنظیماتی که فعال هست مربوط به چرخش میشه فعلا من کاری به این ندارم در جلوتر این رو بررسی میکنیم برای اینکه من بتونم در امتداد این محورها جسمم و حرکت بدم باید از ابزار پن استفاده کنم همون چیزی که برای دوربین استفاده کردیم حالا انتخابش میکنیم در اینجا تا جسممون رو باهاش حرکت بدیم خب میبینید دقیقا اون محورها در اینجا قرار گرفتن محور وای رو داریم که ارتفاعمون هست محور Z که عمق ما هست و محور X که نشون دهنده عرضه این فضا و یا جسم اون هست خب برای اینکه من این رو حرکت بدم فقط کافی محور مورد نظرم رو انتخاب کنم مثلا میخوام در جهت Y حرکت بدم در حالی که روی این فلش قرار گرفتم میبینین زرد رنگ میشه فقط کافیه کلیک کنم و درک کنم به سمت بالا میبینید من وقتی درک میکنم ارتفاع جسمم داره افزایش پیدا میکنه و اگر بیارم پایین ارتفاع جسم کاهش پیدا میکنه نکته ای که حتما متوجه شدین توی این کادر سیاه رنگ هرچی به سمت بالا میرم مقدار وای بر حسب پیکسل داره افزایش پیدا میکنه به عنوان مثال الان حدودا 2000 پیکسل ارتفاع پیدا کرده جسممون اگر من بیارمش پایین میبینید ارتفاعش منفی میشه و در اینجا حدودا منفی 2000 پیکسل قرار داره خب من برش میگردونم سر جاش در اینجا قرارش میدم اما محور X باز هم به همین شکل فقط کافی این فلش رو انتخاب کنم و درگش کنم به سمت چپ و یا راست وقتی چپ میریم میبینید مقادیر X منفی هستش و وقتی این رو به سمت راست بیارم مقادیر X مقدار مثبت میگیره خب همونطور که میبینید در فضای دوربین دوممون هم ما در بعضی جای این جسم رو نمیبینیم مثلا من اگر بیارمش اینجا به دلیل اینکه دوربین من در بالای این محدود فیکس شده دیگه این رو نمیتونه ببینه اگر من بخوام ببینمش فقط کافیه درک کنم به این سبنیان به سمت راست چون مقادیر مثبت هست و میبینید اینجا دارمش اما من فعلا برمیگردم سر همون مرکز بمونه بهتره چون اینجا رو باش کار داریم ولی به هر حال هم آپشنی هست که داریم و شما میتونید دوربین ثانویتون رو هم تغییر بدید خب من برش میگردونم سر جاش و اما محور بعدی زد و یا عمق ما هست من اگر بیام این فلش رو انتخاب کنم و بکشمش میبینید داره به ما نزدیک میشه و در امتداد محور زد حرکت میکنم اگر من این رو دور کنم میبینید مقادیرش منفی میشه و هرچی این رو ادامه بدم این جسم از ما بیشتر دور میشه به این شکل. پس همونطور که مشاهده میکنید به راحتی میتونید جسمتون رو در فضای سبودی و در امتداد هر کدوم از این محورها جابجا جا کنید. اما تمام اینها همونطور که مشاهده کردید یک مقدار عددی هم داره که به عنوان مثال تنظیمات ما چون الان روی پیکسل تنظیم شده مختصاتی که جسممون در اون قرار داره رو بر حسب پیکسل به ما برمیگردونه خب برای این کار فقط کافیه که من بیام در حالی که این رو انتخاب کردم از این بالا پنجره پراپرتیز گزینه کوردینیتس رو انتخاب کنم که به معنی محورهای مختصات هستش خب میبینید الان تمام تنظیما در اینجا قرار گرفتن اولیش یونیتس یا همون واحد هست که ما همونطور که تنظیم